هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. آقای حسنیاری، حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی خب می‌بینیم که با واکنش آمریکا مواجه شده. آیا این پاسخ آمریکا قادر به ایجاد بازدارندگی برای حمایت بیشتر این گروه هست؟ درود بر شما و ملت شجاع ایران. این بازدارندگی بسیار بسیار نرمه. این بازدارندگی تا به حال باعث نشده که این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چه در سوریه و چه در عراق دست از کار خود بردارن و طبق آماری که خود پنتاگون منتشر کرده از 17 اکتبر به این طرف حدود بیش از 100 حمله توسط این گروه ها بر مواضع آمریکا صورت گرفته که آمریکا بجز موارد معدودی عکس العمل نشان نداد و اون موارد هم نظیر این موردی که روز دوشنبه به اتفاق افتاد به مجروح شدن بعضی از سربازان آمریکا انجامید. تنها در اون صورت بودی که آمریکا عکس العمل جدی نشون داد. این چیزی که مهمه اینه که به اعتقاد من کارهایی که آمریکا انجام میده بعد از این تعداد بالا حملات نظیر این هست که بخواهند یک زمینی رو از علف هرز خالی کنند و آنچه که آمریکا انجام میده یکی یکی برخورد با این علف هاست، در حالی که علف بزرگتر یا مادر علف ها در جای دیگری است و از اونجاست که این فرمان ها صادر میشه. همونطوری که در گزارش پیشین شما در مورد موسوی سپاهی کشته شده توسط اسرائیل شنیدیم، جمهوری اسلامی از تمامی ابزار خود استفاده میکنه در حالی که آمریکا سعی میکنه هرچه محدودتر دایره عملیات خود رو انجام بده، حتی زمانی که حملاتی به وسیله گروه های نیابتی که خود پنتاگون به روشنی اعلام میکنه که اینها توسط جمهوری اسلامی به وجود آمدن، مسلح شدن، منابع مالیشون تأمین میشه و غیره، با وجود این آمریکا سعی میکنه که عکس العمل خود رو در حد بسیار بسیار معدودی نگه دارید. آقای حسنیاری، پس میتونیم بگیم که ممکنه این حملات ادامه دار نباشه و فقط ما شاهد رویارویی محدود نظامی با جمهوری اسلامی باشیم؟ قطعاً چنین خواهد بود، هرچند که این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از اونجایی که خواسته جمهوری اسلامی این هست همچنان به حملات خود ادامه خواهند داد، ولی عکس‌العمل آمریکاست که سوال برانگیز است، به خاطر اینکه تا نیروهایی از آمریکا کشته نشوند دولت آمریکا و پنتاگون به طور جدی به این حملات پاسخ نمیدهند. متشکرم از توضیحات شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی.